به نام یاد خداوند و با درود بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، عرض ارادت خدمت شما سروران گرامی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وقتتان بخیر، خوش باشین و امیدوار هستم که امروز عرفه را به خوبی آغاز کرده باشین. صبح عرفه را تا پایان روز خوش باشین و امیدوار هستم امروز در اگر توانی داریم روزه بگیریم، چون فضیلت این روز بنابر فرموده پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم سبب بخشیده شدن گناه سال قبل و سال بعد میشه. پس بزرگترین دستاورد تلاش کنیم که از دست نتیم. هنوز صبح هست و آنان که توانمندی دارن چای نخوردن، اگر میتونن بدون سحری روزه بگیرن خوب است که از این فرصت نیت کنن. انشاءالله تا باشه خداوند این فضیلت نصیب ما و شما بگردانه. در خدمت شما هستیم و امروز جناب استاد مولوی محمد جعفر عزیزی با ما هستن. حضور شما بخیر باشه. خیلی خوش اومدین جناب استاد. خیر باشید. شما با سلامت. تشکر. دوستان عزیز، به شماره تماس ما هم میتونین تماس بگیرین. 020-220-1093. از همکارا خواهش میکنم که شماره تماس برنامه را هم نشر کنن تا دوستا اگر سوالی دارن سوال خود را بپرسن. موضوع بحث ما با جناب استاد قربانی هست. سوالات شما هم امیدوار هستم در ارتباط با قربانی باشه. منتظر تماس های شما هم هستیم. اگر سوالی دارین تماس بگیرین و موقعیت خوب اختیار کنین، بسیار کوتاه شده بپرسین، جواب جناب استاد میگن. استاد، امروز روز عرفه هست، فضیلت این روز همیشه از زبان شما داشته باشیم، بفرمایید. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر. صدق الله العظيم. روز عرفة توريك ازمو ابتداء ده ذوالحجة آغاز میشه. این ده روز از جمله پرفضیلت ترین روزه هاست. پرفضیلت به این است که الله جل جلاله به این روز قسم یاد میکنه. همچنان در سوره بروج اونجا الله جل جلاله میفرماید که و السماء ذات البروج و اليوم الموعود و شاهد و مشهود. در روایت حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه است که مراد روز مشهود روز عرفه است. وقتی که الله جل جلاله با یک چیز قسم یاد میکنه، قسم یاد کردن الله جل جلاله با یک چیز معنایش است که این شی بسیار با عظمت است، بسیار بزرگ است، بسیار با اهمیت است. اهمیتی از این روز هم در سوره فجر که اونجا به ده روز ذوالحجه قسم یاد شده و هم در سوره بروج که مشخص به این روز الله جل جلاله قسم یاد کرده، ای عظمت و فضیلت از این روزه میرسانه. علاوه از او، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که سوالش میکنن از روزه گرفتن روز عرفه، اونا در جواب میگن که روز عرفه یک سال گذشته و یک سال آینده را گناهانش معاف میکنه. این عظمت این روز را نشان میده. حدیث دیگری است که در او حدیث حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم در این روز افتخار میکنه، افتخار میکنه بر بالای ملائکه و در این روز الله جل جلاله به حد انسانها را از آتش جهنم نجات میده که در هیچ روز دیگری به این اندازه انسانها از آتش جهنم نجات پیدا نمیکنند. و این روز افتخار میکنه و در این روز الله جل جلاله با امو عظمت و شعنی که داره دیگر لایق شعن خودش پروردگار نزدیک میشه. در لفظ حدیث ما لیتنو، الله جل جلاله نزدیک میشه. این تماماندش عظمت و فضیلت این روز را میرسانه که روز بسیار با عظمت و روز بسیار
با اهمیت است. سلامت. یعنی استاد گفتین که در این روز بیشتر گناه ها بخشیده میشه، اما با چه روشی، چه کاری ما باید انجام بدیم تا او کار سبب بخشیده شدن گناهان ما شود؟ از اون آغازی که در مجموع اینطور دیده شود که رحمت الله جل جلاله بهانه می طلبه، بهانه می طلبه پروردگار، وقتی که رحمت خدا را که الان متوجه می شود، اون ماه مبارک رمضان آغاز شده. از اون ماه مبارک رمضان الله جل جلاله می خواهد که بندگانش به و به طرف پروردگار رجوع بکنن و به طرف اصل چیزی که آفریده شدین به او طرف برگردن، نه به طرف چیزهایی که اینا را شیطان ببره و هوا و هوس اینا بکشونه. روزه ماه مبارک رمضان که تمام میشه، مستقیما بعد از او ماهای حج شروع میشه، و ماهای حج که شروع میشه دیگه در این سه ماه ماهای حج، ده روز از این مهمترین روزهای ماهای حج است که نمی عشر ذوالحجه است، و از عشر ذوالحجه و مهمترینش روز عرفه و روز یوم النهر که روز عید قربان که فردا است، این مهم است. و در اینجا انسان چه باید بکنه که شما سوال کردین؟ بله، این است که انسان باید بندگی الله جل جلاله را به امو وجه احسن انجام بده. بندگی پروردگار دو راه داره. اولیش ایست که انسان نباید در مقابل الله جل جلاله قانون شکن باشه، قوانین پروردگار رو پایمال بکنه، مطابق آن چیزی که الله جل جلاله از این خواسته همونطور رفتار داشته باشه. این بالاترین مرتبه بندگی به پروردگار همی هست که فضایل و وجایب تمام فرایض همه را انجام بده. اما مرحله دومش ایست که انسان با عجز و نیاز به الله جل جلاله مراجعه بکنه، کوتاهی ها و تقصیرات از پروردگار معافی بخواه، مغفرت بخواه، عفو بخواه، بخشش بخواه. و انسان وقتی که در این دو درجه باشه، این جایگاه و این مقام را پیدا میکنه. و این روز، روز عرفه، اهمیتش و سبب بخشش انسان همیشه ایست که فردا عید قربان است، و در اینجا ما پروردگار انسان های فقیره با اغنیا و اغنیا را با فقیرا امتحان میکنه و آزمایش میکنه که در اینجا بنده ما چقدر به حقوق الله میپردازه و چقدر به حقوق بندگان متوجه هست. بنابراین هر قدر که آدم خلوص نیت داشته باشه، اخلاص داشته باشه، للهیت داشته باشه، بندگی الله جل جلاله را انجام بده، دعایی که در همین خصوص روز عرفه است از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل است که اونا میفرمایند که بهترین دعا دعای یوم عرفه است، او لا اله الا الله وحده لا شریک له، له الملك وله الحمد و هو على كل شيء قدير. میگه این دعای ما است و دعای انبیایی که پیش از ما گذشته. این دعا را یاد کردنش و این دعا معنایش این است که در اینجا عظمت الله جل جلاله و بزرگی پروردگار در این گنجانیده شده، و بنده وقتی که دعا را بخونه و میفهمه که ما یک بنده در مقابل پروردگار چگونه باید باشم و چه حقوقی بر بالای ما هست و این حقوق چطور باید من انجام بدم. بسیار زیاد تشکر، برمیگردیم با شما. دوست عزیز، شما بیننده و شنوندگی برنامه آتش در صبح خورشید هستید. همکارا تماس میتونین گرفته، خب با 0220-1093 تماس بگیرین و سوالی که دارین بپرسین. جناب استاد هستن به سوال شما پاسخ میگن و امیدوار هستم سوال شما در ارتباط با قربانی باشه. استاد، ببین سر قربانی، سر موضوع قربانی بسیار کوتاه کوتاه ما پاسخ میخوایم چون تعداد سوال بسیار زیاد هست. کی قربانی باید بکنه جناب استاد؟ منظورم از کی، یعنی دارنده چه مقدار پول؟ اولی که واضح ساختین خودتون که یعنی کسی که صاحب نصاب باشه. نصاب شرعی بر بالای یک کس که وقتی باشه ای باید قربانی بکنه. ایج نصاب البته نصاب زکات نیست، ایج نصاب صدقه فطر است. نصاب صدقه فطر، هر کسی که بر بالای صدقه فطر لازم است و بر بالای قربانی هم لازم است. اما قربانی یک انعام و نعمت پروردگار است که هر مسلمان باید خود را از این محروم نسازه، و هر کس که بتوانه ولو که سرش واجب هم نباشه این قربانی را انجام بده و از این فضل، از این
محروم نشوه. طوری که صحابی سوال میکنن از رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما آده الاضاحی، این قربانی چیز؟ اونا میگن سنت ابیکم ابراهیم. این سنت حضرت ابراهیم علیه السلام، روش حضرت ابراهیم علیه السلام است. میگه که شما با ما چیز؟ ما در مقابل از چی اجر میگیریم؟ میگه در مقابل هر تار موی برای شما حسنه میرسه. سوال میکنه که در پشم گوشمند چطور؟ میگه در مقابل هر تار پشم گوسفند هم به شما الله جل جلاله و اجر میده. بنابراین قربانی این ثواب و اجر داره و هر کس باید این را انجام بده، اما حکم وجوبش بر بالای کسی که مالک نصاب باشه. مالک نصاب تقریبا همون نصاب دیگه طلا، طلا در نظر گرفته شده. شراک علما امروز راجع به نصاب نقره که دیگه 600 چقدر گرام میشه؟ 25 گرام است. آه مقدار است. دیگه با این یک تعداد علمای زاهدان و مفتیای دیگری در این ارتباط گفتن که بسیار مقدار کم است. نصاب طلا را در نظر گرفته. پس نصاب طلا که گفتین استاد، باز میرم اون نصاب زکات میشه استاد. آه. شما پیشتر گفتین که نصاب زکات نصاب قربانی نیست. یعنی چه قسم منظورت کمی ما وقتی که نصاب زکات میگیم هدف امو تعیین حد است. 85 گرام. آه. اونم 85 گرام دوست تعیین حد شد. باز در قربانی هم میار در نظر گرفته. در قربانی هم همین معیار است. و همچنان دیگه در صدقه فطر باز ایره کلش باید طلا داشته باشه. اگر طلا داشته باشه خب باید زکاتش از امو بته. اما در این حد تعیین میکنه، بعدا تماما دارایی هایی که اضافه از حد ضرورت باشه این قیمتش حساب میشه. این قیمت حساب میشه، اگر این قیمت به همون مبلغ 85 گرام 85 گرام که میرسه باز ای بساب سرش قربانی وجود هست. وجود شما تشکر. ادامه این حرف و حدیث ما پس از وقفه. خوش آمدین. ادامه آیت عشق در صبح خورشید بیننده و شنونده هستید. راه های ارتباطی شما با ما و از ما با شما، صفحه فیسبوک ما اسلام فاصله و فاصله قرآن به فارسی نوشته کردین، سوالی نظری نقدی داشتین در خدمت شما هستیم و همچنان شما را تماس واتساپ ما 0782224710. موضوع قربانی و فضیلت روز عرفه مورد بحث ما در این فرصت هست با جناب استاد مفتی محمد جعفر عزیزی. استاد، سوالی که دیروز یکی از همکارا مطرح کردن که باید از شما بپرسم. 5 نفر در یک خانواده کار میکنن، مثلا احمد نام هم جایی کار میکنه 15 یا 20 هزار افغانی معاش داره، محمود نام همچنان و بالاخره می 4 برادر و همه در یک خانه زندگی میکنن و خرچ خوراکشان یکی است. حالا قربانی بالای کی واجب هست؟ هر 5 برادر باید قربانی کنه یا بر یک نفرشان قربانی کنه از ذمه بقیه برادرات خلاص میشه؟ قربانی یکی از شعائر دین است و یکی از وجایب فردی است. بر بالای هر فرد مکلف وقتی که دارایی از اونمو از حد چیز به حساب ضروریش که بالا باشه و به قیمت نصاب برسه، نصاب زکات برسه، بر بالای قربانی واجب است. این فرق نمیکنه که اینا یک جای زندگی میکنن، جدا زندگی میکنن، دیگه اولاد یک پدر هستن یا دیگه به حساب زن و شوهر هستن یا اولادا و پدر هستن، هر کس که باشه دیگه، فقط بر بالای مکلف لازم است. مکلفی که اینمی توانایی را داشته باشه از حد ضروریاتش و مقدار نصاب بالاتر نصاب جمع شد و برسه به نمو حد سر از سلامت باشین. استاد، فرض کنین 2 لک افغانی است اما از 5 برادر هست. این 2 لک افغانی از 5 برادر هست، اگر جدا جدا ایره تقسیم کنین میشه مثلا 50 هزاری حدودن یا 40 هزاری بر هر برادر میرسه، اما جمعش 50 هزار است. حالا ابی 5 برادر قربانی کنه، ای خب اگه 5 برادر قربانی کنه، یعنی با شرایط اقتصادی روز چندان مناسب نیست. فرض کنین 2 لک افغانی در یک خانواده باشه، امروز که امواد ناترین گوسفند 13 هزار پایین نیست، 5 برادر اگه یک قسم قربانی کنن نزدیک به 70 هزار میره و پول مصرف میشه، بالاخره اقتصاد خانواده شاید قسمان و شکست شوه. دیدگاه شما چیست؟ طوری که بیشتر گفتم قربانی
بر بالای مکلف بر زمین شخص منظورتان وقتی مکلف میگین که مثلا انسان مسلمان عاقل و بالغ بس پول دیگه دارایی امی نصاب باشه وقتی که ما گفتیم بر زمین خود مکلف هست معنیش است که این بر رقبه و زمین خود و زمین مال نیست بر زمین شخص است اینال شخصی که به تنهایی خودش به حد نصاب نرسه دیگه با جمع دیگر رو به حد نصاب میرسه بر بالای از اینا قربانی واجب نیست و اگر اینا تبرعاً میکنن که پیشتر بران کردم که بسیار خوب اگر نمیکنن سرشون واجب نمیشه سلامت باشین این بحث وجوب اینجا مطرح نیست استاد فرض کنین یک گوسفند یک نامزد پسر برای نامزد خود میبره برای دختر خانم توفه میبره ولی یک رسم شده اگر ایره ای دختر خانم قربانی میکنه یا فرض کنین یه خودی دختر خانم برای خودش قربانی نمیکنه جامعه سنتی هست پدرش میگیره برای خود قربانی میکنه میشه مال وقتی که به یک شخص میایه از چند طریق است که یک شخص مالک مال میشه یکی از راههایش بخشش است یکی از راههایی که انسان بر بالای یک مال ملکیت حاصل میکنه بخشش است وقتی که از طریق بخشش چه نامزدش باشه چه یک کس دیگری مخلص باشه بر از یک گوسفند بخشش میده و این مال شخصی از او میشه مال شخصی که شد او آدم تواناییش داره میتونه به ساوین صلاحیتش داره که خودش این کارو بکنه میتونه به کس دیگه ببخشدش میتونه به حساب هر چیزی بکنه او کار خود از او است صلاحیت داره اگر به پدرش میبخشه پدر قربانی میکنه از پدر میشه اگر بدون بخشش پدرش میگیره میگه گوسفند از دیگه اگر رضایت نباشه اگر بس رضایت عرفم به حساب در اگر او کاملا رضایت دیگه صراحتا نداشته باشه عرفم اگر دلالت میکنه که این دختر از این راضی هست مشکل نداره اما اگر راضی نباشه پدر میخواه او رو به حساب بگیره با دو صورت درست نیست سلامت باشین استاد بسیار جواب کوتاه یک نفر است در خارج سال یک روز جمعه مطرح کردم از خارج پول روان میکنه در افغانستان میگه برای من قربانی کو فردا جمعه در افغانستان ایده است در امریکا شاید پس فردا شنبه چه وقتی یک قربانی کنن پیش از یک پاسخ بگیرن استاد یک تماس میگیریم بسیار کوتاه امیدوار هستم بپرسن بله بفرمایید بلی سلام علیکم صاحب علیک السلام و رحمت الله بفرم سلام علیکم صاحب جورستین صاحب اعترامات تقدیم است من یک سوال داشتم بفرمایید من دو والدیم است به حساب خودم هستم و بچیم است ما و بچیم ماش داریم دیگه قربانی با کی بکنیم ما و بچیم کنیم یا با والدایم تشکر سلامت باشین استاد گرچه پاسخ گفتنی سواله خواهم چون شما تماس گرفتین باز هم انشالله پاسخ میگن استاد اول سوالی رو من مطرح کردم بعدش از برادر سوالی است که قربانی به اعتبار جایی که در اونجا قربانی میشه محاسبه میشه نه به اعتبار فرد که در کجاست وقتی که گالب قربانی رو به حساب در اینجا روان میکنه افغانستان که شما در اینجا قربانی بکنین پولش روان میکنه و میگه برام بخرین کسی رو وکیل میگیره پس در اینجا به اعتبار روز جمعه ما و شما که سبب ایده است به این اعتبار میشه نه به اعتبار از اینکه او یک روز بعد میشه و ما در این ارتباط دیگه بسیار دلایل واضح و روشن داریم که در جاهایی که شهر میباشه مساجد جمعه خانی میباشه و عید خوانده میشه در اینجا خب بعد از نماز باید قربانی شود اما اگر در قریه ها میباشن به مجرد از اینکه نماز صبح خواندن دیگه میشه قربانی بکنه اگر اینمی آدم از اینجا قربانی شد اینجا نمیکنه روان میکنه به قریه خود اخری خود درون نماز عید نیست سر از اونها واجب نشده دیگه اونا در اون وقت قربانی میکنن کاملا درست است و این هم از اگر امریکا باشه هر جای دیگه باشه وقتی که در افغانستان میخواه قربانی بکنن مطابق عید افغانستان محاسب میشه وجود شما بسلامت سوال برادر که مطرح کردن سوال رو که برادر ما پرسیدن سوال بسیار خوبی بود برادر ما دیگه سوالشان والدینشان بود و همچنان دو برادر گفت ما پیشتر همی بود که کسی که توانایی را داره و بر زمین از او واجب هست او قربانی بکنه واجب شرعی را ادا بکنه و او کسی که بر بالایش واجب نیست و او قربانی میکنه نمیکنه اختیاری است اگر میکنه این فضیلت و این ثواب را میگیره بسیار خوب و اگر نمیکنه دیگه کدام مکلفیتی از نگاه شرع نداره منظور شما این است که این برادر خودشان و پسرشان که ماش دارن اینا قربانی بر خود بکنن و بر مادرشان که ماش نداره بر اونا بکنن نکنن و این از نگاه حکم شرعی خو واجب نیست اما بالای مادر واجب نیست واجب نیست اما نگاه مشوره چرا نیست
از اول باید بکنن، حق اولیت دارن. سلامت باشید. آخرین تماس، یک قسم آدم در پچال میکنن، تعداد سوالات زیاد و فرصت کم. بله بفرمایید. بله هستین؟ بله. خب تماس قطع شد. به هر حال استاد، در مورد تکبیرات تشریح بگوین، چون فرصت ما تمام هست، بسیار کوتاه است. چه زمانی تا چه زمانی باید تکبیر گفته شود و الفاظش استاد بگوین با چه لفظ؟ تکبیرات تشریح در این ده ذوالحجه که آغاز میشه، در اینجا ما یکی روزه داریم که روزش صحبت کردیم و یکی هم تکبیرات تشریح است و قربانی است. این سه عمل در این ده است. دیگه تکبیرات تشریح در 23 نماز است. پنج روز است و صبح روز عرفه که امروز بود شروع میشه. نماز صبح که خواندم شروع میشه و تا دیگر روز سیزدهم، یعنی روز چهارمی، دوام داره. دیگر که خوانده شد لفظ، دیگر خوانده شد لفظ تکبیرات تشریق: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، الله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. زن و مرد؟ برای زن و مرد است. برای زن و مرد واجب است، اما برای مرد با آواز بلندتر، برای خانم ها آیسته. در نماز جماعت یا بدون جماعت؟ جماعت و بدون جماعت فرق نمی کنه. در هر دو حالت، چه تنها نماز بخونه تکبیرات تشریق باید ادا بکنه، چه با جماعت باشه، چه در مسجد باشه، چه در دفتر باشه، چه در خانه باشه. چند بار گفته شده؟ دیگه یک بار گفتنش واجب است، هر قدر بیشتر گفته میتونه بهتر. یک بار گفتنش واجب است. واجب. اگر فراموش شد قضایی نداره. این ترک واجب کرده و این آدم گناهگار شده، استغفار طلب کنه از خدا. وجودش مسلمان. بسیار جزاک خیر جناب استاد. خواهش می‌کنم با سلامت داشته باشه. دو تا ویدیو را در صفحه فیسبوک اسلام و قرآن شیر کردیم. یک چند روزای پیش ماشاءالله از دکتر صاحب محمد ایاز نیازی موضوعات بسیار خوب مطرح شده و یک شب تا چند دقیقه بعد انشاءالله شیر میشه در صفحه فیسبوک اسلام و قرآن. ببینید با موضوعات بسیار هات پرداختیم با جناب دکتر صاحب و برنامه فعلی ما هم انشاءالله تا ساعتی در صفحه فیسبوک نشر میشه و اشتراک گذاشته میشه که شما ببینید. ساعت 3 با تقدیم ویژه برنامه عرفه در خدمت شما حاضر میشم. فراموش ما نکنین. خوش باشین. طاعتتان قبول. الله نگهدار.